ببینم از کجا به ذهنت رسید بیایم شهر بازی؟ دوست داری؟ معلومه که دوست دارم. وقتی بچه بودم یه بار اومدم، اون موقع هم نتونستم خیلی از بازی ها رو سوار شم. خوبه، اونو فراموش میکنی، اینو همیشه یادت میمونه. وای خدا، چرا فراموش کنم؟ چون قراره ترسمون بریزه. سوار این میشی؟ بله. بارش من از ترس میمیرم، این از کجا در اومد دیگه؟ چرت و پرت نگو، سوار میشی. من سوار نمیشم، من نمیتونم سوار اینا بشم. بلیتش نده. نده نده آقا، لطفا نده، بلیت نگیر. بارش میگم میترسم. باز نکن آقا، من نمیخوام. برو سوار شو. اوه، اونجاش بسته میشه. اوف اوف، پیر شدم بس که منتظر موندم. امیدوارم به این همه انتظار بیارزه. نه من حاضرم. این چیه؟ اینم که این همون قبلیه. نه این آبیشه. ببین گل سرم دارم. کشتی خودتو با اون گل سرت. خدایا من با همچین عجوزهی چی کار کنم؟ درست به شوام نیست. راه بیافت، خودم باید دست به کار بشم. خودم چطور باید یه زن بود؟ چطور باید لباس بپوشه؟ چطور باید آرایش کنه؟ باشه، همشو درست میکنم، خودم بهت یاد میدم. بیا دستمو بگیر. بیا بیا. وای انگار یه چیزی افتاده روی پا. خدا پت نتی. خودم میام. برو بیا. را بیافت. باشه. را بیافت. چشم. را بیافت. چشم. هنوزم باورم نمیشه من چرا سواره این شدم. به این همه ترست میارزی؟ ها؟ اصلا میدونی؟ میدونی چرا نترسیدی؟ چرا؟ چون من کنارت بودم، برای همین. آه وای خدا، من کنارتم چون خیلی عاشقتم، چون با هم خیلی خوش میگذره، چون من اجازه نمیدم تو بترسی یا صدمه ببینی. خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. ببینم کی داره زنگ میزنه. بفرمایید. ببین باریش، من رحمتم، فقط خواهرم نفهمه، میخوام یه چیزی بهت بگم. ها ببین ببین، گوش کن. خب باشه، فهمیدم. باشه باشه، حرف میزنیم. خیلی خوب، پس بهم خبر بدیم. باشه، خدافظ. کی بود؟ دوستم بود، میخواست یه چیزی بگه، حالا بعدا باش حرف میزنیم. یه روز بچه هارم بیاریم اینجا. باشه، با اونا که حتما میایم. حکمت هم میاد. معلومه که میاد. زود باش. ببین hepimize yer var. Bakma kaçmış gibi yıllar, oysa duruyor umutlar. Damla damla çoğalsınlar, başka ne ki okyanuslar. Yolun şaşırmadan keçi, kaçırmadan yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan, günah koklamadan kapanmıyor kusurlar. Yolu şaşırmadan, keçi kaçırmadan yaşanmıyor bu yıllar. Gülü koparmadan, günah koklamadan kapanmıyor kusurlar.
اون شیما خانومه؟ خیلی خواه، من اومدم شیما خانوم. آه، انگار روی پاهام قابلمه افتاده. ای بابا، مامان حالتون خوبه؟ چیزی که نشد؟ مامان جون چطور شده؟ مامان باوک فوق‌العاده شدی. واقعا یه حس عجیبی دارم. من درستش کردم. شیما خانم واقعا خیلی خوشگل شدین. خیلی عالی به نظر میایین. ممنونم. فقط زود بریم یه جایی بشونی، با این کفشا نمیشه وایسان. بیا اینجا مامان جم. بیا دخترم. خیر باشه، جشن داریم؟ آره یه جورایی. تو اومدی زینب برسونی؟ آره شب یه کاری دارم، گفتم تا دیر نشده بیارمش. آه کارت هم تموم نشدنی عمر جون. آره طوفان نپرس، به فیلیس سلام برسونید، خوش بگذره فعلا. باشه بهش میگه. یه کاسه زیر نیم کاسته، حالا میبینی. بیا زینب جون بیا بریم لباس بپوشیم. برو جنگ. فوچه بونمک شدی. از کجا میرن تو؟ من یه انبار دارم. این انگاری اینجا نیست. پیدا نمیشه که نمیشه. هفته دیگه کجاست؟ ای جون اینجاست، ای زود باش. باشو میره بلو دمت گرم. شکرم. سالگرد ازدواج 24 چند بود؟ 24 ماه فوریه. هوا گرم بود. نه بابا سرد بود. فهمیدم بذار ببینم. برا من چیکار کنم؟ که این که نیام پیشت خیلی برات بد میشه. شکران. نه چیه رمزش؟ حتما اونجا نوشته. همینجا منتظرم باش.
داداش این یورو هرچی انبار بود و رفت. باشه همینطور تعقیبش کنم. ازش چشم بر نمیداری، نمیخواد زیاد بهش نزدیک بشی. نترسونینش، اون موقع اگه چیزی هم بدونه نمیگه. فقط منتظر باشین الماسا رو پیدا کنه. به محض اینکه برش داشت بریزین سرش. الماسای منم برام بیار. فهمیدی یا نه؟ حالیت شد؟ اگه لازم شد فکریو بکش، الماسا رو برام بیار. فهمیدی؟ رو چشم داداش. آی باریش خیلی ازت ممنونم، خیلی خوش گذشت. به منم همینطور. ای بابا چه خبره؟ نگران نباش چیزی نیست، بچه ها میخوان سورپرایزت کنن. چی؟ آها آها گیلاس فیلیس خواهری. این دیگه چیه؟ وای وقتی برای نمایش ما رو انتخاب نکردن ما هم گفتیم خب خودمون نمایش اجرا میکنیم. آیشه اینی در رو داد. آی چقدر بامزه ای. آفرین بهتون افتخار میکنم. آفرین به تو هم افتخار میکنم. خیلی خوبه که نترسیدین و کنار نکشیدین. خب فیلیس ما الیبولیم. من میگم چرا اینقدر لفتش دادی؟ خب از به منم مشغول کردن تو بود دیگه. زود باشین برین سر جاهاتون که نمایش داره شروع میشه. زود باشین برین بچه ها تیپ بشه نگاه تو رو خود. خوش اومدی فیلیس. خاله شیما. آره شیما خدایی خیلی خوشگل شدی، جدی میگم خیلی خوب شدی. خوشتون اومد؟ خانم ها و آقایان سلام، شما رو به دیدن نمایش سفید برفی و هفت کوتوله دعوت میکنم. لحظات خوبی داشته باشین. نمایش ما رو ببینید. سلام به همگی، من سفید برفی هستم. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. شروع کن. نه دیگه تو اول شروع کن. برو دیگه همین برو دیگه برو شروع کن. سروپ باش مگه همین هم بود؟ نمیشه سروپ باش. برو بخون سروپ باش شروع کن. Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden. Her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe. Bile bile daldık ateşe. Kimse
بشه. ای عزیزم چقدر دلم چای میخواست فیلیس. این همینجا زایمان میکنه، گفتم که بذارش خوری بهش عزیزم. فکرت در موردت بی‌انصافی کردم خودش، عجب صدایی داری پسر. وای ولی شیما خانم خیلی خوشگل شدین. مرسی فیلیس جون. این خوشگل شده ولی اون بی مصرف هنوز پیداش نشده، چه فایده. خیلی هم حلال زاده است مامان بزرگ، نگاش کن. کیه بابا؟ ای بابا چه خبره؟ همه تو مثل مترو جمع شدین اینجا؟ چرا همه اینجا؟ مامان آقا فیفی سلام. سلام کن. بیبی خانم کیه؟ هرچه بی خیال سلام کن. کیف مامانت کجاست؟ تو اتاقه، میخوای چی کار؟ بابا ببینم فکری خوبه مرحله آخری. بابا الان میاد. بابا چیه؟ کجا میری؟ به تو چه؟ هر جا بخوام میرم. معلوم نیست دوباره چی تو سرشه. تو سرش چیه ها؟ اوها میخواستی بشکنی. کجا رفت یه های غیبش زن؟ این همه را اومدم رسیدم به آخرش، به همین آسونی الماسا رو بدم به شما؟ انگار نمیدونم یه هفته هر جا میرم این سایه دنبال من. خوب دستشون فرار کردم پسر. عجب تو ایسه دمم کرد. آفرین داداش، این فکری رو گم کردم، حالم گذاشت نتونست. آخه احمق، یه مرد به اون سن قالت گذاشت؟ ها پس شما به چه دردی میخوری خنگا؟ منو ببین، اگه بدون الماسا بیای به جای اون تو رو میکشم. گفتم بدونی، فهمیدی؟ صادق زود باش. خیلی خوب
شد حضرت تو اینه. وای خیلی خوشگله، بیشتر از اون چه که فکر کنی. بدش من سر. تو از کجا یه ثبت شدی؟ من اونایی که دنبالم بودن رو دک کردم، چرا نفهمیدم تو هم دنبالم؟ برای اینکه پسر خودت هم دست پرورده خودت هم. آره. فقط یه الیبول میتونه از پس یه الیبول دیگه بر بیاره. خب باشه بی خیال این حرفا، الماسا رو بده به من زود. این الماسا اون الماسای معروف نیست؟ اون آدما اومدن خونمون همش ریختن به هم، اینا است درسته؟ ها نیست پسرم، نیستن اینا، الماسای منن. شکران برای من گذاشته، من تحقیق کردم این هم برو پیدا کردم، اومدم اینجا برداشتم. بده شما من بده. فقط فیلیس تصمیم میگیره که این الماسا چی میشه، فقط فیلیس میتونه. میدونی الان چی کار میکنی؟ این الماسا رو میفروشیم، پولشو به طوره مساوی تقسیم میکنی. وای بابا تو رو خدا شروع نکن، میخواستی الماسا رو برداری تنهایی فرار کنی بری، حالا که گیر افتادی الکی نقش بازی نکن دیگه. اگرم نمیدونی الان بدون، این الماسا مال ما نیست، اینا صاحب داره، آدم داره، آدم ها دنبالشه. داشته باشه به من چه، ما پیدا کردیم، حق ماست. کجا مال ماست بابا؟ حالا ما اینا رو میفروشیم. چی میگی بابا؟ چرت نگو. بابات فکر کردی میتونه بره الماس بفروشه؟ حالا مگه اینا چقدر میارزن؟ خیلی زیاد دخترم، پولش زیاده. زود باشه بریم این الماسا رو بفروشیم. نمیفروشیم. یعنی چی نمیفروشیم؟ گفتم نمیفروشیم. تو دیوونه ای؟ عقل تو از دست دادی؟ وضعمونه ببین، الماس نمیپسندی؟ داریم از بیپولی میبینیم بچه. گفتم نمیفروشیم، اینا مال ما نیست. باشه اگه نمیخوای مال خودتو نفروش، سهم منو بده. اینا مال ما نیست. یعنی چی مال ما نیست؟ این از مادرتون بهتون ارث رسیده، حق ماست. میگه ارث رسیده، این ارثیه نیست، این دردسر بلاست. به خاطر اینا نبود که مامانو کتک زدن ها؟ با اسلحه نریختن تو خونمون وقتی بچه ها اینجا بودن؟ همچین ارثی داریم؟ کسی به اینا دست نمیزنه، فهمیدین؟ تو نمیخوای دست نزن، بده سهم منو بده برم، بده. کسی از اینا سهمی نداره، چرا متوجه نمیشی؟ یعنی شما دارین به ارثی که مادرتون براتون گذاشته دست رد میزنین؟ تو تو واقعا که تو بازم میگه ارث. اینا رو باش، نمک نشناسین، همه تون نمک نشناسین، بیلیاغتوی نمک نشناس. کجا؟ باز داری کجا میری بابا؟ بابا تو اصلا مادرتو درک نکردی. معلومه که درک نمی کنم. اون همه تونو دوست داشت، حتی تو رو هم دوست داشت. چه دوست داشتنی؟ این چه جور دوست داشتنیه؟ من 9 سالم بود که ما رو ول کرد رفت، من 9 سالم بود که با تو سر کردم. وقتی مست میکردی من از پاهات میگرفتم میبردم تو خونه که یه وقت یخ نزنی. دروغه؟ رحمتو من بزرگ کردم، برای گیلاس من انجمن اولیا مربیان رفتم، پوشک فکرتو من عوض کردم، شپش موهای اسمتو من تمیز کردم. من مامان نه. همیشه انقدر مست بودی که اینا رو نمیدیدی. فیلیز بسته، کافیه، بسته بسته بسته. آره کافیه، آره کافیه. زنی که فقط 1000 تا دردسر برامون گذاشت و رفت. معذرت میخوام، ببخشید، برید داخل، زود باشین برید تو،
برین تو خونه. فیلیس، دلیلی برای سرزنش خودت نداری. یعنی هر چی که گفتی حق داشتی. بیا تو رحمت، بیا. زود باشین برین تو اتاقتون، برین بخوابین، زود باشین. فیلیس، فکرت، من بچه ها رو میبرم پایین، باشین برین، برین. رحمت زود باش داداش، رحمت زود باش. نفهمیدم، اصلا درکت نکردم. تو به خاطر اون الماس جونتو گذاشتی برسن، ولی اینجوری وسط رو تنهات گذاشتن. الماس رو ازم گرفتن، بگو. هنوز دنبالشم. از حالش معلومه الماسا پیشش نی، تنهایی یه گوشه ای نشسته. تو بازم حواست بهش باشه، سواتو بفرستم خونشو، هر وقت اومدم بیرون به هم خبر بدی. فیلیس، بابا امشب نمیاد؟ اون دیگه نمیاد، منتظرش نباش. رحمت، زود باشین، اگه صبونتون تموم شده برین مدرسه. فیلیس، میگم منم تا بایش بیاد پیش تو باشم نرم مدرسه. چرت و پرت نگو، الان اگه تو باهاشون نری خیلی میترسن. باباریش حرف زدم، الانه که برسه. اگه این قضیه رو بندازن گردن تو چی؟ چرا بیفته گردن من؟ به من چه ربطی داره؟ به هیچ کدوممون ربطی نداره. میگی مامانمون فوت کرده، بعد از مرگش همچین دردسری برای ما درست. خب پس منم باهاتون میام کلانتری. نه خیر، چرن نگو. باید از بچه ها مراقبت کنی که نترسن. زود باش، حواست بهشون باشه. زود باشین بچه ها، زود باشین، پاشین بریم مدرسه. خداحافظ خواهری. خداحافظ خوشگلم. خداحافظ آبجی. برو دیگه، برو، نترس. شما ها سیر شدین؟ ها؟ یه ساندویچ دیگه میخوای؟ باش. صبح بخیر. صبح بخیر احمد. سیمیده تازه میخوای با چای بخوری؟ نه ممنون، صبحونه خوردم، ممنون. باش،
کامپیوتر من مشکل داره. میذاری دو دقیقه با کامپیوتر لیست فراری ها رو ببینم؟ لیستی که اون روز فرستادن رو میخوام ببینم. البته چرا که نه، این چه حرفیه، بشین. بایسا ببینم، یکی بیا عقب، یکی دیگم بیا. من این دختر رو یه جایی دیدم. ببین جمی داشتم گوش کن ببین چی میگم، این یارو بابای زینب ازت در اومد. چی؟ چی در اومد؟ مگه دختر ایلیس نبود؟ بابای زینب این یارو. جمعی جون این آدم یه کاسه زیر نیم کاسه‌شه، نصف شبی میره جاهای عجیب غریب و آدمای عجیب غریب قرار میذاره. به دختره میگفت پاسپورتتو دو روز دیگه برات جور میکنم، کشتی یا اینجور حرفا. دارم بهت میگم این یه ریگی به کفششه. ببین من فقط ازت میخوام یه نگاه به این عکسو بندازی، ببین آدمایی که تو این عکسن کیا هستن، موضوع زندگی و آینده یه دختر بچه این وسط. آخه توف به ذاتتون، فهمیدم جمیل چی شد؟ سر یادته که طوفان و باریش اومده بودن، از اسکل 700 از پاسپورت و این چیزا؟ گفتن قراره دو روز دیگه کشتی بیاد، طوفان اینجوری گفت. بدبخت شدیم، پسر اینا میخوان دختره رو با کشتی رد کنن بره. زود باش پاشو، باید بریم اسکله، بریم اونجا رو یه نگاه بکنیم. چی کار کردی صادق؟ همه چی آماده کردی؟ دختره حاضره با طرف حرف زدی، گفتی امروز میفرستیمش. بله داداش، دختره که برسه پیششون به ما خبر میدن. کشتی که موردی نداره. نه داداش، یه ساعت دیگه حرکت میکنه. خوبه، گوش کن صادق، ببین نمیخوام این بار هیچ مشکلی پیش بیاد، این کارو تمومش کنیم. شنیدی چی گفتم صادق یا نه؟ چشم داداش، نگران نباش. صبح خیر فلیس. صبح خیر عمر. زینب بابات اومده. ها؟ حاضری بریم دخترم؟ من برم کیفشو بیارم. باشه، نمیخواد عجله کنی فلیس، وقت داریم. زینب، پدر بزرگ دیشب چیزی آورد خونه؟ از اون الماسای براق که قبلا بهت گفتم. اره؟ اونا کجان الان؟ نمیدونم، خالم ازش گرفت. پس خالت ازش گرفت. بیاستم فیلیز، یه چیزی بگم، من معدم بد جور درد میکنه، یه داروی چیزی تو خونه داری؟ نه ما اصلا داروی معده تو خونه نداریم. ای بابا، خب میشه یه چیزی بخوام؟ میدونم زحمتت میشه، ولی یه نوشیدنی داغ هم باشه خوبه، چایی چیزی باشه. بیا برات نعنا لیمو بیارم. خیلی خوبه، ممنون، واقعا ممنونم. بریم. من دیگه میتونم برم تو کشتی؟ نه صبر کن، بهت میگم کی بری. ای بابا این دیگه چیه؟ بایستا صبر کن، بایستا ببینم. این همون مرسی که این نیست که توفان عکسشو نشون داد؟ آره خودشه، همونی که تو عکس بود. دخترم همون دختر است. واقعا؟ چی کار کنی؟ تو نمیخواد حرف بزنی باشه؟ خودم حلش میکنم. احمد گوش کن، من پیاده میشم میرم پیششون. هوای منو داشته باش. روز بخیر برادر. روز بخیر سرکار. شما اینجا چی کار میکنی؟ چطور مگه سرکار؟ با دوست دخترم داریم منظره رو تماشا میکنیم، مگه چیه؟ مشکلی نیست. پس این دوست دخترت. کارت شناسایی تو ببینم. بله؟ چیو بله؟ کارت شناسایی تو بده ببینم. داره فرار میکنه. بگیرش، بده بگیرش. احمد دستان داره. جمیل. جمیل. رفیق خوبی؟ جمیل. جمیل صدا میشنوی؟ جمیل
گرفتم میام تا با هم بریم کلانتر. باشه. میگم باریش، عمرم اینجاست. اون مردی که اونجا چیکار میکنه؟ مگه نگفتم نذار بیاد تو خونه؟ اومده زینبو ببره. باشه. بگو ببینم، تو همونطور که دیشب گفتم الماسا رو قایم کردی؟ آره، هر کاری گفتی کردم. آه، ببین، قضیه خیلی جدیه. اصلا پیش عمر از الماسا حرف نزن، اصلا هیچی نگو. باشه. یعنی عزیزم، تو رو خدا به حرفم توجه کن. باشه. باشه، دارم میام، بعدن حرف میزنی. باشه، میبینمت. استاد ساباش، باید سری بریم اتاق عمل. تو هم باید بیای. برو زود حاضر شو، زود. جمی بهتر شدی؟ الان خوب میشم. میخوای یکی دیگه درست کنم؟ نه ممنون، آروم شم با زینب میریم. اما فیلیز، میخوام درباره یه چیزی باهات حرف بزنم. چند دقیقه پیش که رفتی کیف زینب رو بیاری، زینب یه چیزایی بهم گفت. چی گفت؟ انگار الماس پیدا کردین. به خاطر اون روز میپرسم. آخه گفته بودی چند نفر اومدن خونه رو کامل گشتن. میخواستم ببینم به الماسا ربطی داره؟ احتمالاً. یعنی امکانش هست. خب حالا میخواین چی کار کنی؟ برای این میپرسم که نگه داشتنش خیلی خطرناکه. به پلیس تحویل میدم. خب آره آره، درست ترین راه همینه. اما معلومه اینا قاچاق و غیر قانونی هستن، بعدش بهتون شک نکنن. ما به پلیس همه چیو میگیم. ولی بابات پیدا کرده، درسته؟ آره بابام پیدا کرده، ولی این برای یکی مامانم سرمون آورده. راستش من نگران شدم، دارم به این فکر میکنم که یه راهی پیدا کنم بهتون بتونم کمک کنم. چجوری میخوای بهمون کمک کنی؟ نمیدونم، اگه الماسا رو تحویل پلیس بدین، اون آدما افراد خطرناکی هستن، به این سادگی ها ولتون نمی کنن. اگه بخواین من میتونم اون الماسا رو آبشون کنم. چند تا دوست آشنا دارم که طلا فروشی کار میکنن، حتی میتونیم صاحب الماسا رو پیدا کنیم. نه، به نظرم به پلیس تحویل بدین بهتره. باریش داره میاد، الان تو راهه. باریش هم باهات میاد؟ آره، بذار زنگ بزنم ببینم کجاست. از این ناحیه خون ریزی داره، بازش کن بهتر ببینیم. یه قیچی به من بدین. در مورد قبلش افت کرده. دستگاه شکو بیارین زود. روی 175 شارژش کنید. بذارین روی 200. دویست و بیست. بچه‌ها شما برید تو اتاق بازی کنی. دخترم برو. برو عزیزم، زود باش. چی کار میکنی؟
عمر چی کار میکنی؟ اون الماسا رو بده به من فلیس. همین الان اون الماسا رو بده به من. اون الماسا مال منه. دوپله شده در استودیو هوب سیتی. منتظریم قربان، هنوز چیزی نگفتن. حتما بهتون خبر میدم قربان. حال جمیل چطوره؟ خوبه؟ زنده است؟ زنده است، نجاتش داد. خدا رو شکر، خیلی ترسیده بودم. آره میفهمم. یه لحظه نبضش وایساد، بعد بهش شوک دادین خوب شد. نگران نباش اصلا، الان خوبه. خدا رو شکر. با اجازت. ممنون ساواش، به لطفت پسره داشت میمرد. منظور چیه؟ همون مطلعیه که تو عکس نشون دادی به جمیل شلیک کرد. چی؟ تو چی داری میگی؟ اون دختره که پیشش بود تو آگاهی پرونده داشت. ما رفتیم بندر که دستگیرشون کنیم. وقتی گفتیم کارشناسه بده اسلحه در آورد شلیک کرد. عمر الان تو خونه فیلیز احمد. عمر دیگه کیه؟ رئیس اون مطلعیه، همون داداش. داداش؟ فیلیز با اون چه سنمی داره؟ میشه خواهش کنم بری پیش فیلیز؟ نگران یه چیزی هم، گوشیشو جواب نمیده. من خونه نیستم باریش، اومدم خرید. چی شده فیلیز؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده، مشکلی نیست، بعدا حرف میزنیم. فعلا خدافظ. نه قطع نکن باریش، لطفا به هم جواب بده، نگران شدم. بگو چیزی شده؟ نه چیزی نشده تولای جون، آروم باش، اتفاق خاصی نیفتاده، نگران نباش، خیالت راحت باشه. من باید راستشو بگو باریش. خدافظ تولای. بذار به فرمانده خبر بدیم سر خود کاری نکنن. به رئیست بگو آدم بفرسته خونه فیلیزینا، آدرسو که داری زود باشه. الا جونم باریش. طوفان، جمیل امروز تیر خورده بیمارستانه، اون مطلایه به شلیک کرده. جدی میگی مثلا؟ خب این که هرچی فیلیزو میگیرم جواب نمیده. عمر پیشش بوده، میترسم بلای سرش آورده باشه. آروم باش باریش، چرا واسه همچین کاری بکنه؟ نمیدونم طوفان، قرار بود الماسا رو ببریم کلانتری. اگه عمر فهمیده باشه الماسا اونجاست، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. باشه من الان میرم اونجا، تو هم بی خودی فکر و خیالای بد نکن. باشه منم الان خودمو میرسونم. من دارم میرم باریش. باشه فیلیزو دیدم بهت خبر میدم. خدافظ پسر، حواست به اینجا باشه. باشه میفاید از مامانای سلجون، اونا همه به خودم رسیدم، اصلا منو نشناخت، منو ندید. بسه دیگه، قلبم گرفت. تو هر روزت همین بساته. وای پاشو برو دست و روتو بشو. پاشو یه کاری میکنی منم برم. خود شما دیگه نری، منو تنها نذاری. من چیز کنم یه چایی دیگه بریزم؟ آن چایی بخوریم؟ باشه. اشکاتو نریزی تو استکان، شور میشه، حالم به هم میخوره. باشه چشم. آقا فکری خوش اومدین، بفرمایید چیزه؟ اما مامان آیسل هم اینجاست. با مام چیزه، نشسته بودیم چایی میخوردیم، با هم صحبت میکردیم. بفرمایید تو. مامان آیسل ببینین چیزه، آقا فکری اومده. چیزه برای شما یه چایی بیارم آقا فکری؟ تو کجا بودی؟ فکری بی مصرف، بنزینت تموم شد اومدی؟ آره شیما
خانم خانم جون بی خیال چایشی، یه لحظه بگیریم بشینیم یکم با هم حرف بزنیم. بگیر بشین، در مورد ازدواجتون حرف بزنیم، تموم شه بره. حرف بزن. فیلیس خونه ای؟ فیلیس فیلیس ای خدا، گوشیش تو خونه است. ای بابا، یعنی چی شده؟ آقا فکری، گفتین حرف بزنین و با هیچ رو نمیگین. از وقتی اومدین یک کلمه هم حرف نزدین. نکنه مریض شدین؟ میخواین برم براتون چای نبات بیارم ها؟ نمیخواد دخترم. اینو چه به چای نبات خوردن؟ فکری، هی، میشنوی چی میگم؟ میشنوی؟ میخوام قبل از مردن عروسی شما رو ببینم. میخوام یه مادر بالا سر بچه هم باشه، فهمیدی؟ خدا نکنه این چه حرفیه میزنید ماما نایسل چون. خدا عمر طولانی بده. قدری که باید میداد داد. من دیگه به آخر خط رسیدم، منتظر اتوبوسم حرکت کنه برم. من به زودی میمیرم. ماما. مامان چی؟ ها؟ میخوام قبل از مردنم عقدتون رو ببینم، فهمیدی؟ ماما نایسل شما مریضی؟ آقا فکری، شما خبر داشتی؟ یه چیزی بگین، به خدا الانه که قلبم وایسه. شیما، هر کسی یه روزی میمیره، مریضم یه روزی میمیرم. شما به من بگین کی میخواین عروسی کنین؟ هیچ وقت مامان. چی؟ همین شیما خانم جون، من خیلی فکر کردم اما ما نمیتونیم ازدواج کنیم. شما شاهده یه مرگ بودیم. من هر وقت به شما نگاه میکنم شکرانو میبینم. برای همین هم نمیتونم به شما نگاه کنم. خیلی میبخشید اما من نمیتونم. مامان باشو باش بریم خونمو. ای خدا، خدا حافظت. خیلی ممنون. باریش، وایسه، ندو، یواش دوله. صدات پای تلفن خیلی آشفته بود، بگو فیلیس چیزی شده؟ نه منم خبر ندارم، همین الان رسید. تو داری یه چیزی ازم مخفی میکنی ها؟ نمیدونم تولای، واقعا از هیچی خبر ندارم، فقط نگران شدم. آه در بازت، من تو خونه هست. فیلیس کجاست؟ خونه نیست، با کلید یدکی اومدم تو. گوشیش اینجاست، واسه همین جواب نمیده. چشه توفان، فیلیس کجاست؟ آخرین بار عمر اینجا بوده، ما هم چیز زیادی نمیدونیم. مگه عمر قراره چیکار کنه؟ قرار نیست کاری بکنه چون پدرشو در میارم. سب کن باریش. وایسا. باریش عزیزم، کجا بودی تو؟ مگه چی شده؟ فیلیس مردم از نگرانی. شما اینجا چیکار میکنین؟ کجا رفته بودی؟ گوشی تو خونه، از خودت نیستی. ببخشی جا گذاشته بودم. این حرفا رو ول کن، زود باش تعریف کن ببینم چی شده بود. مجبور شدم خودم رو زود برسونم کلانتری. خب عمر اینجا بود، چی شد؟ تعریف کن، چی کار کرد؟ چی ازت میخواست؟ تعریف میکنم اسمت، بیا بریم تو اتاق با هم بازی کنیم. تعریف میکنم عمر اینجا بود، بیا بازی کنیم عشقم، بیا قربونت برم. من حرف بد عجیبی زدم؟ چرا هیچی نمیگه؟
بیا بشین دیگه، خودش تعریف میکنه. این خوبه؟ همین دیگه، زینبو برداشت برد. سعی کردم زینبو نبره اما اسلحه داشت. گفتم یهو جلوی بچه یه چیزی میشه. یعنی چی؟ یعنی عمر اسلحه کشید رود؟ زنگ زدم، تو همون حین بهت زنگ زدم اما نتونستم با طرف بزنم. بعد خودم پاشدم رفتم کلانتری، هول شده بودم، گوشی رو جا گذاشتم. به رئیس جمیل شکایت کردم، همه چی رو بهش گفتم. این دیگه کی بود آخه؟ فکر نمی کردم واقعا تا این حد نامرد باشه. تعجب نکنی، چند ماهه دارم بهتون میگم. بفرما، تحویل بگیری. عمری که همه تون این چشماتون بهش اعتماد داشته قاچاقچی الماسه. بفرما. آره همینطوره. بله همینطوره، قاچاقچیه. چند ماهه دارم میگم، هیچ کدومتون باور نکردی، هیچ کدومتون به جز سوفان حرف منو باور نکرد. به اون جمیل بیفکرم گفتم، اونم باور نکرد، رفت تو دلشون، اونام زدنش. چی داری میگی باریش؟ آدم عمر اسلحه داشته، به جمیل شلیک کرد. وقتی زنگ زدی سر عمل جمیل بودم. راست میگه، منم تو کلانتری فهمیدم. واقعا باورم نمیشه. باور کن تولای، باور کن. عمر سردسته مافیای الماسه. از اینکه پلیس زدن تعجب میکنی؟ این مرد چطوری تونست این همه ماه ما رو گول بزنه نمیفهمم. هرچی باشه بابای زینب بود. یه چیزی بهتون بگم، اون الیزه بیچاره، اونم عمر کشته، مطمئنم فیلیس. باید زینب از دستش بگیریم. من به کلانتری گفتم، گفتن چون دختر خودشه نمیتونیم ازش بگیریمش، اگه به خاطر این قضیه دستگیر بشه اون وقت میتونیم زینب ازش بگیریم. این حرفا کدومه فیلیس؟ نمیتونیم منتظر بشینیم. اگه زینب رو بردار فرار کنه بره چی؟ میتونی فکرشو بکنین چه بلایی سر زینب بیاد؟ نه فکر نمیکنم بلایی سر زینب بیاره، دوستش داره، اگه دوستش نداشت با خودش نمیبردش. آفرین، واقعا آفرین. بعد از این همه اتفاق باز داری ازش دفاع میکنی؟ نه دفاع نمیکنم، میگم بلایی سر دختر خودش نمیاره. کافیه فیلیس، ادامه نده، ظاهرا نیازی به من نداری. این همه اتفاق افتاده بازم حرف خودتو میزنی. آفرین، همینجوری ادامه بده، هر کاری دلت بخواد. مگه من چی گفتم؟ اشتباه متوجه شدی؟ برو دنبالش زود باش، من حواسم به اینجا. عجبا گیری کردیم ما. باریش، باریش یه لحظه صبر کن حرف بزنیم. اوف. باریش، باریش میشه درو باز کنی؟ باریش میشه بری فیلیس جون؟ الان نمیخوام حرف بزنم، دلتم نمیخوام بشکنم، لطفا برو. بس منم همینجا منتظرم. باشه هر جور دوست داری، من خیال ندارم، بیام بیرون. آره نباید با زن به این خوبی ازدواج کنی. تو اگه عقل داشتی که سرد شدم به زور که نمیشه. حالا بهت نشون میدم سرد شدن یعنی چی. آه مامان بزرگ، خوش اومدی. ممنون، خیلی ممنون. دم در این پسرای آرتیست چی کار میکنی؟ هیچی، داشتیم حرف میزدیم. با ماشین حرف میزنی؟ ها؟ تو هم خوش اومدی بابا، فکر کردیم دیگه بر نمیگردی. چی با خودت خیال کردی برگشته که منو دیوونه کنه؟ شما برین مامان بزرگ، منم الان میام. راه بیافت، بریم بریم فکری، تو هم دیر نیایی. باشه. باریش، باریش باز کن، مامان بزرگم هم اومد. برو تو اسمت. به خدا من یکی که هنگ کردم طوفان. هنگ کردن نداره گلم، چرا باید یه بچه کوچولو پیش مافیا باشه آخه؟ درسته که مافیاست اما هرچی باشه بچه خودشه، نمیشه که آخه. آره خب اینم حرفی. چیشو حالت خوبه؟ آره خوبم طوفان، چیزی نیست. اگه چیزی میخوای برام سری بیارم. نه بابا دیگه حال ویار کردنم واسم نمونده، فکرم بد جوری به هم ریخت از طوفان. اصلا از نگاه های فیلیس خوشم نیومد، دیدیش؟ بازم هاج و واج نگاه میکرد. خب چی کار کنه عشقم، دختر حق داره دیگه، الماس، مافیا، اسلحه، معلوم وقتی میکنه دیگه. حالش خوب میشه، نگرانم. خدا کنه. این دیگه چیه؟ چی کار کردی عشقم؟ هنو بچه ها نیومدن رفتی اسباب بازی گرفتی؟ آه
اینا اسباب بازی نیستن طوفان. بچه هامونم ببین. چیه؟ بله، تو کلاسه آموزش بچه داری ثبت نام کردم، اونو گفتن اینو بخرم. تو را خدا دست بردار طولای، آخه بچه داری که کلاس دوره نمیخوان، اونم با عروسک بازی و این مسخره بازی ها. من قرار نیست بازی کنم طوفانا، باید با هم بریم کلاس، هرچی هست باید هر دومون یاد بگیریم. ای با من واسه چی دیگه باید بیام؟ بابا بچه بزرگ کردن که کاری نداره. بیا غذاشو میدی، زیرشو تمیز میکنی، از گاهی هم تکونش میدی، آراغ میزنه و هم میخوابونه دیگه، به همین راحتی دیگه. یعنی به همین راحتی؟ آره آره دیگه بابا راحت عزیزم. ای بابا کاری نداره که. فیلیز مگه کلاس رفت که این همه بچه رو بزرگ کرد؟ اگه میگی دست تنها نمیتونی، خب من بهت کمک میکنم. خب که اینطور باشه. باشه طوفان خان، اگه این حرفای احمقانه تو دونه دونه به خوردت ندادم، من طولایی نیستم. اسمت ببین پسر خالت. کدوم پسر خاله؟ بچه بازی در نیار باریش. باریش بیا بیرون حرف بزنیم. باشه پس من حرف میزنم، میدونم صدامو میشنوی. من از عمر طرفداری نمی کنم باریش، میترسم، میترسم بیفتی دنبالش اون وقت بلایی سرت بیاره. منو ببین، اولا اونی که باید مواظب خودش باشه من نیستم، تویی. اول باید اینو بفهمی عمر کیه، مثلا چه بلایی میخواد سر من بیاره. کسی که رو من اسلحه بکشه رو تو هم میکشه باریش. شنیدی چی گفتم؟ شنیدی الان چی گفتم؟ دارم میگم چند ماهه دارم میگم این یارو مشکوک میزنه، هر چی گفتم یا طرفداری کردی یا اعتراض. دست یارو رو شده بازم میگی نه و اعتراض میکنی. من اعتراض نکردم، فقط میخوام از تو مراقبت کنم. من از هیچ کس نمیتونم مراقبت کنم. زینب یه ذره بچه رفته پیش آدمای خلافکار، مامانم رفت. هر کاری میکنم فایده نداره، همه چی خراب میشه. اگه تو هم بری دنبالش یه وقت بلایی سرت بیاره، اون وقت من چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ باش باش ببخشید، من شلوغش کردم، قبول دارم منم یه خورده زیاده روی کردم. تو راست میگی باریش، تو رو خدا نرو دنبالش، ازت خواهش میکنم نرو. اگه بلایی سرت بیاد من نمیتونم زنده بمونم. بیا اینجا، معذرت میخوام، دنبال هیچکی نمیرم. مگه قرار نبود بریم پیش مامانم؟ واسه چی اومدی اینجا؟ بریم پیش مامانت دخترم، اما قبلش یه کار کوچیک دارم که اول باید اونو انجام بدم، بعد با هم میریم جاهای خیلی دور. باشه؟ داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ به پلیس شلیک کردی، اون وقت با خیال راحت هر جا میخوای میچرخی؟ گورتو گم کن وگرنه خودم همینجا میکشمت. بجم. چشم داداش. زود باش، نگاه کن تو رو خدا. میستر وات کجاست؟ نگفتین کارمون فوریه؟ گفتیم داداش، یکم دیگه میاد اینجا، بچه رو ببرم داداش. به تو چه مردک، تو به کار خودت برس، خودم ردیفش میکنم. چی شد عمر خان؟ همه چی ریختی به هم، پلیس هم افتادن دنبالت. اینش به خودم مربوطه، الماسا رو بگیر پولمونو بده، بعدش هم هر کی به راه خودش، عجلم دارم. ردیف داداش، قال این قضیه چندش کن. برای سفارش بعدی باید تماس میگیریم. تماس نگیر، دیگه نیستم، تو زندگی این کارهای مهمتری دارم. این یعنی چی؟
دقت کن عمر خان، اینجور ضعفا به نفع امثال ما نیست. به قدر کافی حالم بده، تو نمیتونی منو درک کنی. اگه به حرفت گوش میکردم میفهمیدم چجور آدمیه، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. وقتی گفتی بابای زینب و از این حرفا، فکر کردم متوجه نیستی قضیه چقدر جدیه، برای همین اینجوری گفتم. نه این حرفا چی؟ منظورم این بود که بچه خودشه، به اون آسیبی نمیزنه. از این که زینب دست اوناست اعصابم خیلی خورده. باید ازشون بگیریمش، اما با راه‌های قانونی. عزیزم من نمیخواستم برم با اسلحه بیفتم به جون عمر. ای بابا. آره میدونم. بذار گیر بیفته. بعد از راه‌های قانونی زینبو میگیریم. یعنی کلاً حضانتشو میگیریم، باشه؟ باشه، باشه، قول میدم. نگران نباش، صبر کن. قبلاً هم قول داده بودی. اما دست از سرش بر نداشتی. اگه به جای جمیل تو تیر میخوردی چی؟ ها؟ اگه طوفان تیر میخورد چی؟ از این چیزا عصبانی میشم. اجازه بده اینجا رو اصلاح کنم. جمیل به خاطر حماقت خودش تیر خورده. من رفتم همه چی رو بهش گفتم، اونم مثل تو گوش نکرد. بعدش هم اگه من بیخیال میشدم به اینجا نمیرسیدیم فیلیس خانم. حق با تو، تو وظیفتو انجام دادی، اما دیگه کاری به بقیهش نداشته باش، باشه؟ عزیزم بس دیگه، گفتم باشه، فهمیدم. فهمیدم آقا جون. باشه. منم ازت معذرت میخوام. حرفاتو باور نکردم، بهش گوش نکردم. آها، حالا شد یه چیزی. آفرین. باید اینجوری بیای معذرت بخوای. عالیه. همیشه من باید معذرت بخوام. اشتباه کردی. الان اشتباهتو قبول کردی. همین برای من کافیه. نه بابا. مگه همیشه تو معذرت خواهی میکنی؟ عجبا. چی شد؟ همش تو فکر زینب. آی بچه ها اومدن. داداش راست میگه اندو، من خودم هم دیدم. بس کن دیگه تو رو خدا. بچه ها. به به، تو کاروان خوش میگذره؟ چیزی شده؟ چرا ناراحتی خواهری؟ نه عزیزم، میخواستم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. باز بابا یه کاری کرده؟ معلوم بود بازی گندی میزنه. نه بابا خونه است، اون کاری نکرده، این بار من کردم. ولی خواهری تو که کار بدی نمی کنی؟ نه کاری که کرده بد به حساب نمیاد فیلیس، چون ناراحتی اینجوری داره میگه. قضیه در مورد عمره. خب؟ قضیه اینه که عمر قاچاقچی بوده، صاحب اون الماسام خودش بوده. شما چی دارین میگی؟ آره متاسفانه. چطوری؟ اگه یه موقع جای دیدینش نباید باهاش حرف بزنین، ازش فاصله بگیرین. فهمیدی؟ فیلیس تو میخواستی الماسا رو بدی به پلیس، تو کار بدی نکردی، ناراحت نباش. از این ناراحتی که بابای زینبه مگه نه؟ آره به خاطر همین زینبو با خودش برد. چی؟ باشه ناراحت نباشین، من خواهرزادمو ازش میگیرم، نمیذارم زینب پیش اون خلافکار بمونه. معلومه این چه حرفی؟ معلومه که نمیذاری پیش اون بمونه، فقط خواهشن قصه نخور. برین خونه بچه ها، من یکم با باریش حرف میزنم میام. باش برین. فقط همین که بشتیم ای خدا. دست کن دیگه ماما. میگم نیمیشه، سرد شدم. چرا قدر اصرار میکنی؟ سرد شدم. ای بابا، تازه شکران به خاطر برکای اون مرد. برک؟ برک برای چی؟ مگه دکتر نگفت خون ریزی مغزی کرده بوده؟ با این همه بچه میخوای چیکار کنی؟ بیاین بیاین منو نجات بدین. مامان بزرگ، ما به مادر نیاز نداریم. اگه به خاطر ما میگی. یعنی چی به مادر نیاز نداریم؟ یه دختر بچه رو گرفتار کردین، این همه مسئولیت هم ریختین سرش، ها؟ مگه میشه آدم مادر نخواد؟ چیزه مامان بزرگ، شاید بابا به خاطر اینکه مامانمون تازه مرده اینجوری میگه. درست میگم بابا؟ تو هم زیادی حرف نزن. گیلاسی گیشنیدی چی هستی؟ من هرچی بگم همونه. نیست، هرچی تو بگی نیست مامان. امکان نداره من و شیما خانم با هم ازدواج کنیم. دفترش بسته شد رفت. اینا بابا دارن، همین براشون بسته. بابا بابا یه در به در. از این به بعد در به در نیستم. دفتر عشق رو بستم. از این به بعد میخوام پدر خوبی واسه بچه هم. اصلا تو میدونی بابا بودن چه مفهومی داره؟ یعنی منظورم کلمشه. بیوست رفا،
زود باشین بگین بقیه بابا چجوری هن، چی کار میکنن، چجوری رفتار میکنن، بگی منم دقیقا همون کارو بکنم. بگی قسمت، تو هم بگو دختر، تو دختر عاقلی هستی، لیست کاراشونو بگو. قسمت، و البته اولین کاری که اون باباها میکنن اینه که اسم بچه هاشونو درست میگن. چی کار کنم پا؟ شما که یکی دوتا بچه نیستین که، یه لشکر بچه ای. باشه باشه، اسم همه تونو حفظ میکنم، بهتون نشون میدم بابا یعنی چی، اما اول به اون سردستتون نشون میدم، به اون سردستتون تلافی همه اون تیکایی که به من انداخته رو گر میارم. راستی این درد دل کردنو تمام نشد؟ دارم از گرسنگی میمیرم. پس جمیل اینجوری نجات پیدا؟ آره متاسفانه. یه لحظه نبضش وایساد، گفتم دیگه داره میره، اما دوباره برش گردوندی. خیلی خوب، اینجوری نگو. برای چی؟ مگه بد میشد؟ بی درد سر از شرش خلاص میشدی. یه لحظه گفتم که دستگاه شوکو بگیرم بذارم رو صورتش، گفتم عصبانی میشی، بعد یهو دیدم دارم ماساژ قلبی میدم بهش. نگو که دلم براش سوخته. تو بهش ماساژ قلبی دادی؟ یعنی در اصل زندگیشو به من مدیونه. دیدی تو هم مثل منی دیگه، نمیتونی به کسی بدی کنی. ما قسم خوردیم دختر که جون آدم ها رو نجات بدیم. یه چیزی بگم، شاید دلش به رحم بیاد، نه؟ راضی بشه مدارک طلاق امضا کنه. چی؟ جمیل؟ فکر نکنم بابا. چرا؟ چیز عجیبی نیست که. تا حالا نشنیدی وقتی آدم ها از مرگ برمیگردن عوض میشن، سعی میکنن دیگه بدی نکنن؟ آره منم اینا رو شنیدم، اما نمیدونم، امیدوارم بشه. امیدوارم. بچه ها مردن از گرسنگی. بیا. آره منم مردم. بابا چی شده؟ هیچی چیزی نشده. فکرت خوابید؟ اسمت خوابیده. اسمت از یادن هر کاری میکنم یادم نمیمونه. چرا شیما خانم رو ول کردی؟ ها؟ زن خوبیه، تو هم دوست داشت، حواسش بهت بود. اون خوبه، آره اون زن خوبیه، اما من خوب نیستم. نمیتونم از فکر شکرم بیام بیرون. درسته که زن بی فکری بود، اما تنها عشق من بود، مادر بچه هم بود. باشه میفهمم تو به خاطر اینکه مادری نکرد ازش دلخوری، از منم عصبانی، فکر میکنی پدر بدیم. ساده ترینش این که اسم بچه همو یادم نمیمونه. اما تو یادت میمونه. آره چون تو میفهمی، نه فقط اسمشونو، دردشونو، مشکلاتشونو. تو خوب از اینا مواظبت میکنی. احتمالا شکرانم به خاطر اعتمادی که به تو داشت ولشون کرد و رفت. وقتی با چشماش دید که چقدر حواست به ایناست، دو تا پا قرض کرد، فرار کرد، رفت. اما من همیشه موندم، اما مثل بی مصرفا. منم جوون بودم،
چی کار باز میکردم؟ از کجا باید پوشک عوض کردم؟ یاد میگرفتم این چیزا دیگه از روی بی فکری پناه بردم به مشروب. تو جوون بودی، من بچه بودم، چیزی هم نداشتم بهش پناه ببرم. راست میگی، تو هم بچه بودی اما تو از همشون عاقل‌تر بودی. تو هم از مایی، تو را ما به وجود آوردیم. حالا که تونستیم همچین بچه‌ای بسازیم یعنی اونقدر هم بد نیستیم، مگه نه؟ میدونم عیاشم، بیمسئولیتم، اما من همیشه پیش شما بودم. ببین، یعنی من نمیتونستم مثل اون زن فرار کنم، اما من فرار نکردم. همینجوری مست پیشتون موندم. من همینقدر دستم برمیومد دیگه. تقدیرتون بد بوده دخترم. اما بازم از بابای اون بهترم، مگه نه؟ اون دیگه کیه؟ نامزده دیگه، اینه قرون ثروت داره، اما چیکار کرد؟ یه شبه پسرش از خونه پرت کرد بیرون. بیشرف، دقلش اینه که از اون بهتره، میگه نه؟ آره از اون بهتری. تو هم خوب. من خدای آدم خوششانسیم. اونم چه خوششانسی. آی خیلی خوب دیگه، شزامو درست کن، خوابم گرفت دختر. سلام بچه ها، خسته نباشید. خوش اومدین. ممنون، سلامت باشید. خدا رو شکر که خوبی. ممنون، سلامت باشید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. چی کار میکنید؟ جمیل، قهرمان قهرمان ها. ممنون. خیلی خیلی خوش اومدید جمیل جان. خوش اومدی برادر. خوش اومدی جمیل، خوشحالم خوبی. خیلی ممنون قربان. به لطف تو یه شبکه بزرگ و شناسایی کرد. خواهش میکنم قربان، وظیفم بود. حال چطوره؟ بهتری؟ کاش یکم بیشتر استراحت میکردی بس. نه قربان، نیازی نبود. خدا رو شکر حالم خیلی خوبه. میخوام سر پستم باشم. باید هرچه سریعتر به خدمت اون بیشرفایی که این کارو کردن برسیم، درسته؟ آفرین. پس مسئولیت اکیپ با خودته. احمد بهت میگه تا کجا پیش رفتیم. بعد میتونی کارتو شروع. هرچی شما دستور بدید قربان. دمت گرم جمیل، عجب قوقایی به پا کردی. از این به بعد همینه احمد، همشون باید جلوی پامون زانو بزنن. حالا میبینی. به امید خدا. اعترافایی که گرفتیمو برات بیارم رئیس جمیل؟ بیار ببینم، اما اول میخوام اعترافای باریش و فیلیزو بشنوم. بی زحمت بهشون بگو تشریف بیارن اینجا. چشم قربان، چشم، هرچی دستور بدی. آی، داری چی کار میکنی؟ خدا بگم چی کارت نکنه. داری خونمو رو سرم خراب میکنی دیوونه. داری چی کار میکنی؟ بابا بابا چی شده مامان بزرگ؟
بابا چی کار داری میکنی آخه؟ مگه خودت نگفتی آب میده؟ دارم تعمیرش میکنم دیگه. آشپزخونه رو نابود کردی. سر دسته بی مصرفا خونه رو کنفایه کن کردی. مرتب میکنم مامان، بذار اول درست کنم بعد. ای بابا ببین واشرش خراب شده. بسر فکره بپر برو چهار تا واشر سایز 5 بخر بیار ببینم. من برم. مگه تو فکرت نیستی پسر؟ اسماتون رو نوشته. آره دیگه بابا نوشته دیگه. بابا جون باید اسم منو نوشته قسمت. بابا آشپزخونه رو ترکوندی، من چجوری باید صبونه درست کنم؟ یه روز صبونه درست نکنین ای بابا، برید پی کارتو تا از همه چی درست شده. آها، امیدوارم از شهرداری اومده باشن. بهشون میگم یه قرص سوسک بدم بخوری، هم من از دستت راحت میشم هم خودت. خیر باشه. سلام فیلیس. چی شده؟ عمر رو دستگیر کردی؟ نه، اومدم تو و ساواشو ببرم اداره. خیر باشه، چی شده؟ خواهرم برای چی باید بیاد کلانتری؟ باید بیاد که احضاراتش ثبت بشه. باشه، برم لباسم عوض کنم بیام. باش. آره. میگم فیلیس، منم باهات بیام. نه، منو باریش با هم دیگه میریم. بچه‌ها حتما تو مدرسه صبونتون رو بخورید، نه به گلاسم بگین. حواست باشه صبونه‌شون رو بخورن رحمت. باشه، خیالت راحت. داداش، بابا لوله‌های اینجا رو خراب کرده. خدا بگم چی کارت نکنه. فکری بی مصرف، فکری بی خاصیت، همه جا رو خراب کردی گذاشتی اونجا. مامان بزرگ، تو رو خدا از اینجا ببرش، داره همین چی رو خراب میکنه. کجا ببرمش عزیزم، کجا ببرمش؟ منو ببین، فکری بی خاصیت. مگه نگفتی میخوام پدر خوبی باشم؟ با دخترت برو بیرون ببین چی کارش دارن. او خودش ردیفش میکنه ماما، منو بی خودی قاطی نکا، قربونت برم. فکری باشه ماما، باشه. فکری بی مصرف. باشه من برم یه آبی به خودم بریزم، بعد با فیلیس برم کلانتری. خیال نکنن دختر هیچ کس رو نداره بخوان اذیتش کنن. برم حوزرشن. آفرین به تو، خدا بخواد داری یه چیزی میشی. ماما بزرگ، هر کسی برای یک کاری ساخته شده، این پدر بشو نیست، بی خود بهش فشار نیاد. ما که حرفامونو زدیم، جمیل چرا گفته بیای؟ ما که حرف جدیدی نداریم. جمیل به خاطر اون برخورد مسلحانه این پرونده رو خیلی جدی گرفته. رئیسمون هم پیگیری پرونده عمر رو سپرده به ما، برای همین میخوایم اساسی رسیدگی کنیم. فهمیدم، باشه الان میام. پس بیاین تا دیر نشده با ماشین بریم. تو برو، ما میایم دیگه، تو برو. حتما باید تیر میخورد که جدی بگیره جمیل دیگه. خب میریم در مورد طلاقم حرف میزنیم. باش. منم اومدم را بیفتیم بریم. کجا بابا؟ دخترم، منم به عنوان پدرت باید نیام اداره پلیس، دیگه نمیخواد از چیزی بترسی. نه بابا لازم نیست، تو برو خونه، نیازی نیست. من پدرتم، هرچی بگم همون میشه. یالا را بیفتیم بریم. ماشینشون اینجاست، بیا. را بیفتیم بریم. همینه، سوار شو بابا. دم، حالا بازدم. ایوه شروع شده طوفان. دم، حالا بازدم. منو کجا آوردی گلم؟ اینا چی هن دیگه؟ این کارا چیه میکنن؟ چرا تو پرت نگو، قول دادی تا وقتی ثابت نشده همه چی و بلدی نمیتونی جا بزنی. آره خب، اما این کارا دیگه چی؟ زود باش دیگه. باشه باشه، دیر کردیم بقیه شروع کردن، زود باش. نفسمون رو زیر دیافراگم حس میکنیم. خوش اومدین. خیلی ممنون. ما با تمرین تنفس شروع کردیم، بفرمایین این طرف بشین. چشم، بیا. بفرمایین شوهرتونم تو شرایط مناسب قرار بگیرن. شرایط مناسب؟ آها اینجا. بگیر بشین. بسیار عالی، بسیار عالی. خانمتون رو اینجوری بگیرین. حالا همزمان با خانمتون دم و بازدم داشته باشین. نفس بگیری. چرا انجام نمیدی طوفان؟ ببخشید من این سوالی داشتم، ما واسه چی واسه نفس بکشیم؟ یعنی ما که قرار نیست خب بزنیم. موقعی زایمان قراره همسرتون رو همراهی کنی. چی؟ همراهی کنی. خانم ما واسه چی باید همراهش باشیم؟ ما که بیرون دم در با میستیم، مگه نه؟
یعنی غیر از اینه، خب ما صبر میکنیم دم در تا بیان خبر زایمان رو به ما بدن دیگه، وظیفه ما اینه مگه نه؟ غیر از این نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی من تو اتاق عملم دارم عذاب میکشم تو نمیخوای پیشم باشی طوفان؟ یعنی همه تو میدید تو اتاق عمل بیان؟ شما ادامه بدی خان. همه جون مردم همینجوری بچه درست میکنن میندازن تو کوچه خیابون، پدر بس عین قهرمانا بچه هاشو بگیره زیره بالا پر خود. پناه بر خدا. خیلی خب حالا که عوض شده اینقدر نزن تو ذوقش دیگه بابا. یه هفته بعد مشخص میشه کی عوض شده کی نشده. شما اینجا بشینین من به جمیل خبر بدم. باشه ممنون. شما اینجا بشینین. خوش اومدین فیلیس خانم. شما هم خوش اومدید آقا ساباش. شما هم خوش اومدید آقا فکری. خب حالت چطوره؟ خوبم خدا رو شکر. الان یادت افتاد بپرسی؟ از اونجایی که یه بارم نیومدین عیادت گفتم حتما سرتون شلوغه، کنجکاو شدم ببینم سرتون به چی گرمه، برای همین گفتم بیاین اینجا حرفتون رو بشنوم. جمیل جان ما که یه بار همه چی رو بهت گفتیم. آره ما هر چی در مورد عمر میدونستیم و گفتیم. هرچی میدونستم بهتون گفتن دیگه. بابا یه لحظه، این پرونده به من واگذار شده، یه تیم بزرگ رو هدایت میکنم. برای همین میخوام دوباره در جریان ریز بریز اتفاقایی که در خصوص عمر رخ داده قرار بگیرم به طور کامل. ما فکر کردیم عقلت اومده سر جشمو نیومده. آره درسته، یعنی فقط صدامون کرد که اعصابمون رو به هم بریزی که موفق شدی، دستت درد نکنه. یعنی چی الکی بهتون گفته بیاین؟ چرا الکی؟ بابا خواهش میکنم یه لحظه. این چه حرفیه؟ من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. چون شما با عمر مشکل دارین مرتیکه رو انداختین به جون من. ما عمر رو به جونتو ننداختیم، به ما چه؟ این مرد زندگیتو نجات داده، اون وقت داری همچی رفتاری باهاش میکنی؟ این چرا داره یه همچی رفتاری با این میکنه؟ چی کار کنم؟ برم زیر بار منت؟ اونم وظیفه‌شو انجام داده. منم وقتی سعی کردم خواهرزادتو نجات بدم تیر خوردم. هر کی وظیفه ای داره. عجب گیری افتادیم از دست این. خیلی خوب، نمیخواد اصلا چیزی بشنوی. منو ببین، لازم نیست چیزی بشنوی. خب اون کاغذو بیار امضاش کن، از بین ما و زندگیمون برو. بیار. دقیقاً همینطوره. ای چی داری میگی شما؟ ببینم این چه مشکلی با ما داره. من میخوام از این طلاق بگیرم. خیلی وقته میخوایم جدا بشیم. حالا اگه اجازه بدی در موردش حرف بزنیم. نه بابا، فکر کردی من از اون مدل بابا؟ پسر منو ببین، چرا دست از سر دختر من بر نمیداری؟ آقا فکری دوتن شما تو این مسئله دخالت نکن. نه بابا واسه چه دخالت نکنم؟ خیال کردی من این چی حالیم نیست؟ منو ببین. شت پسر جمیل استخونی، فکر کردی یادم رفته یه ذره بچه بودی با شورت پاره تو کوچه بازی میکردی عین خیالت هم نبود؟ حالا چی میگه واسه خودت؟ ها ببین جمیل، هر کاری دخترم یه بابا فکری بزرگ محلهی بهت احترام، بشین سر جات وگرنه میندازمت زندان. نه بابا بنداز بنداز، ببینم زود باش. جمیل پیاز چه فرفری، اگه واقعا میتونی منو بنداز زندان ببین چی میشه. بنداز دیگه بنداز. آقا فکری بنداز بابا بس دیگه، من با کسی شوخی ندارم. احمد چرا بابا ما اینجوری حرف میزنی؟ بی ادب. آروم باش آروم باش بیا فهمیدی چی؟ آروم باشی. اینجا چه خبره؟ این سر و صدا برای چیه؟ خب حالا شروع میکنین به پوشک کردن. دختر خوشگل من، قربون اون نگاه قشنگ برم، دختر ناز من، عزیزم چقدر قشنگ دراز کشیده پوشکش کنم، آفرین. آها کارتون عالی بود تولای خانم. خیلی مهمه که وقتی بچه رو عوض میکنید بهش آرامش بدید. خیلی ممنونم، آخه من یکم تجربه دارم. نزدیکترین دوستم 5 تا خواهر برادر داره که من مواظبشون بودم و بزرگشون کردم، خیلی بهشون کمک کردم، واسه همین بچه داری بلدم. خیلی عالیه. مرسوس چی اومدیم کناس؟ نشنیدی استاد چی گفت؟ با خوش اخلاقی پوشکش کن، ببین چقدر قشنگ داره بهت میخنده، ببین چه بچه خوشگل و خوشرویه. باید باهاش حرف بزنی، حرف بزنی که آروم باشه. تو رو خدا مثلا من چی باید بهش بگم؟ این عروسک پلاستیکی هم داره به حال روز من میخنده. عشقم پدر بودن یعنی محبت بی‌دریغ و خالصانه، باید بهش عشق بدی، باید همه ی عشقتو به بچه منتقل کنی. اون بچه ی ماست، فکرشو بکن. ماست میگه بچه، ول کن تولای. توفان چی کار کردی؟
چیز خوبه. اومدی اینجا آبروی منو ببری؟ آره عمدن کردی. کار زندگی نداریم دیگه، اومدی اینجا عروسک بازی. چیه؟ آقا طوفان، یادتون باشه که خانمتون حامل است. تو این دورانم خیلی حساس و زود رنج میشه، بهتر نیست تو این شرایط ازش حمایت کنی؟ بله درسته استاد، اما پس من برم پیشش. تولای عشقم، عزیزم عزیزم، یه لحظه بیا. تولای ببین عزیزم، آیه ببین تولای، خب پلاستیک دیگه، خب یا خودش کنده شد. دروغ نگو طوفان، دروغ نگو، عمدن درش رو باردی، خیار کردی نمیشناسمت. آخه من واسه چی باید عمدی درش بیارم عشقم؟ اون همه آدم اونجا بود، خجالت کشیدم نتونستم پوشکش کنم. اگه تو خونه بودی میکردی طوفان، مجبور بودی پوشک عوض کنی، عوض میکردی؟ عوض میکنم، باشه عوض میکنم. ببین عزیزم، من بهت قول میدم، بهت ثابت میکنم که چه پدر مادر نمونه ای هستیم. قسم میخورم عزیزم، اینا کتاب بچه داری ندارن؟ خب میگیریم اونا رو میخونیم تو خونه، تمرین میکنیم دیگه، باور کن عزیزم. گریه نکن قربونت برم. باشه باشه، با کتاب تمرین کنیم، میریم تو خونه تمرین میکنیم. الان واسه چی گریه میکنی عشقم؟ نمیدونم تو، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، بذار گریه کنم. بیا عزیزم بیا، بیا تو بغلم. گرسنمه. آره میدونم. حالا که شما رئیسشین، بهش بگین دخترم رو طلاق بده. آدم به زور که نمیتونه زندگی کنه سرکار. مثلا مامان منم میخواد مجبورم کنه با شیما عروسی کنم. مگه نه فیلیس، با شیما خانم جونم، اما نمیخوام. به زور که نمیشه ازدواج کرد. معلومه که نمیشه قربا. بیا تحویل بگی. از تو بعیده جمیل. درسته وقتی یکی آدمو نمیخواد آدم به زور مجبورش کنه؟ درست نیست. اما قربان. کافیه جمیل. ادامه نده. کاغذ رو بیارین اینجا. جمیل جلوی چشم من همه رو امضا. آه اتفاقا با خودم آوردم. یه لحظه اجازه بدین قربان، صبر کنید. واقعا به نظرتون درسته؟ من مسئولیت پرونده به اون سنگینی رو به عهده دارم، دارین جلوی شهروندی عادی منو این بچه‌ها کوچیک میکنین؟ خیلی میبخشین، من زندگی خصوصی و کارم رو قاطی نمیکنم. جمیل. واقعا عجیبه. این پسر یه دفعه چش شده. بذارین من بهتون بگم قربان، چیزی نشده، این همیشه همینجوری بوده. آره بابای خدا بیامرزش هم همین جوری بود. دفعه آخرتون باشه پشت آقا فکری قایم میشین میان، وگرنه بدتر میشه. من هرگز اون برگه ها رو امضا نمیکنم. بد نشون میدم چه جوری امضا میکنی. نه بابا، چطوری میخوای مجبورم کنی؟ حالا خواهید دید. بالاخره با حکم دادگاه جدا میشین. به زودی هم از زندگیمون میری بیرون. برای چی داری زور میزنی؟ میدونی برای چی زور میزنم؟ تا وقتی من راضی نشم اون دادگاه سالها طول میکشه، دمار از روزگارتون در میارم. تو چه آدم مزخرف و بیخودی هستی. واقعا برات خیلی خیلی متاسفم. باشه پسر، خیلی خوب باشه، همین جوری ادامه بده، ببینم کجا میخوای بری. این روز روشنه که از زندگیمو میری بیرون. چه جوری قراره برم بیرون؟ نکنه میخوای منو بکشی؟ نه خیلی بدترشو سرت میارم. بهم التماس میکنی که بکشمت. کما بیش منو میشناسی دیگه نه؟ حالا بشین فکر کن ببین چه بلایی قراره سرت بیارم. میتونیم بریم. بیا، در مقام یه پدر حاضر شدم. باعث شدم این آب خوردن چی حل شد بابا؟ فقط دیوونه ترش کردی رفت. خب دیوونه شد که شد. ای بابا، رئیسش چی گفت؟ گفت جلوی چشم من بس اون کاغذ ها رو امضا کنی، قضیه رو تمام شده بدون. خب دیگه من برم خونه. وای یه عالمه کار تو خونه ریخته. منو ببین، اصلا نگران نباش، من ردیفش میکنم. دیدی که بابات هم گفت این ترسوه، از ترسو بودنش استفاده میکنم. یعنی چه جوری میخوای به ترسونش؟ چی کار میخوای بکنی؟ من میدونم چی کار باید بکنم. ما بی کس و کار نیستیم. حقشو بعد جوری میذارم کف دستشون. وقت سر بارش تو رو خدا کاری نکن. هر چی باشه مامور دولته، الکی میافتیم تو دردسر. یعنی بذارم هر کاری میخواد بکنه؟ ای بابا، کاش دستم میشکس بهش ماساژ قلبی نمیدادم، گور به گور میشد میرفت. پسری از خدا بی خبر. عشقم ببین، از دست عمر خلاص شدیم، بی خودی نیفتیم توی درد سر دیگه. تو رو چند سال باید صبر کنیم عزیزم؟ نشنیدی وکیل گفت چند سال طول میکشه؟ خیلی خوب باشه، تو کاری به جمیل نداشته باش، من خودم حلش میکنم. چجوری حلش میکنی؟ میشه بگی؟ ببین، میرم با مامانش حرف میزنم،
اون از اولم منو نمیخواست. خودش حلش میکنه. چه جوری میخواد حلش کنه؟ اگه میتونست کاری بکنه تا امروز میکرد. تو زندگی پسرش رو نجات دادی، به خاطر اینم که شده یه کاری میکنه. یعنی شاید به خاطر این پسرش راضی کرد. آره خب، اینجور چیزا برای مادر خیلی مهمه. آره دیگه. تو آروم باش، باشه؟ کاری به جمیل نداشته باش. قول میدم خودم حلش کنم. به این کار نداشته باشم، به اون کار نداشته باشم، موندن چیکار باید بکنم فیلیس؟ معلوم نیست عشقم یا مامانم. هر کاری دلت میخواد بکن. برو عمر بزنی بکشتت، اینم به نزدت زندان. هر کاری دلتون میخواد بکنین. فکر کردی خوشم میاد مثل مادرت رفتار کنم؟ ای خانم منو ببین. خیلی خب بابا، عصبانی نشو، چیزی نشده که. همینجوری یه چیزی گفتم. اصلا شاید دلم خواست اونجوری بگم. معلوم نیست کدومتون کی سکته کنین. معلوم نیست کی قراره کی چی کار کنه. همدیگه رو بخورین. میخواین همدیگه رو بدوزین با اسلحه بیفتین به جون هم. همدیگه رو سر به نیست کنین. منم مادری نمیکنم. خیالتون راحت. خیلی خب منو نگاه کن. ببین چی دارم بهت میگم. من حرفامو پس میگیرم. مشکلی نیست. فهمیدم از چی عصبانی شدی. آدم وقتی از ته دل یکی رو دوست داشته باشه، میتونه مادرش باشه، پدرش باشه، عشقش باشه. تو هم یه جورایی بالاخره همه چیز منی. خوب توجیه کردی. آره خب توصیف کردم. شاید بشه گفت یکم دیر فهمیدم. خوبه، جمیلو بسپرش به خودم. باش، اما به یه شرطی. اگه با روش‌های تو نشد، با روش‌های خودم حلش میکنم. باشه. خوبه. خیلی خوب، باشه، قول. ای وای، ساعت چنده فیلیس؟ من چه میدونم. من باید خیلی وقت پیش میرفتم بیمارستان. باشه، خیلی خوب، زود باش برو. من رفتم، خدافظ. دمار از روزگار همتون در میارم. چی فکر کردین پیش خودتون؟ جمیل، برای چی نمیخوای طلاقش بدی؟ ارزش این همه آبروریزی رو داره؟ نمیبینی چی کار دارم میکنم پسر؟ میبینی چقدر به ام فشار میاد؟ آبرون پیش همه رفته. خجالتم نمیکشن میان اینجا سر و صدا را میندازن. ببین جمیل، داداش جون، بیا اول پرونده قاچاقچیا رو حل کنیم. داداشه کیه؟ اونو دستگیر کنیم، بعد تعرفی رو بگیر حالشو ببر. راست میگی احمد. باید سریعتر تعرفی بگیرم. اون وقت ببینم جرأت میکنن واسم شاخشونه بکشن یا نه. بیا تو. قربان، خیلی میبخشید، نتونستم خودم رو کنترل کنم، یه مقدار زیاد روی کردم، معذرت میخوام. قضیه چیه جمیل؟ چرا دست از سر این دختر بر نمیداری؟ معلومه که دلش پیش تو نیست. درسته یه پلیس مثل تو اینجوری رفتار کنه؟ متوجه منظورتون هستم قربان، اما مسئله این نیست. این عمر با اینا فامیله. گفتم ازتون بپرسم ببینم میدونستین یا نه میدونستین دختر عمر خواهرزاده فیلیزه؟ خب قربان، عمر و فیلیز با هم کار میکنن. عمر در اصل رئیسشه. به نظرم احتمالش هست که اینا دستشون با هم تو یک کاسه باشه. نه جمیل، مگه همچین چیزی میشه؟ میشه قربان، برای چی نشه؟ اومدن اینجا جو به هم ریختن، کلی سر و صدا رو انداختن، از زیر سوال جوابم در رفتن. نکنه میخواستی برای گرفتن حال این دختر بفرستیش بازجویی؟ این چه حرفی قربان؟ زندگی خصوصی با زندگی کاری فرق میکنه. من آدمیم که این دوتا رو با هم قاطی نمیکنم. خودتونم میدونین الماسای عمر از خونه فیلیس پیدا شد. دیگه مشکوک تر از اینم داریم قربان؟ فیلیس خودش اومد شکایت کرد. بله خودش اومد، اما باید فکر همه چی رو کرد. شاید به اختلاف برخوردن. اول با هم کار میکردن، بعد اختلاف پیدا کردن. فیلیس هم برای اینکه ازش انتقام بگیره اومد ازش شکایت کرد. چی میگی؟ یعنی به نظرت ممکنه با عمر در ارتباط باشن؟ به نظر من که در ارتباطن. یعنی قربان، من به این نتیجه رسیدم که ما برای دستگیر کردن عمر یا همون داداش میتونیم از فیلیز استفاده کنیم. اگه فیلیز میخواد ثابت کنه با اون نیست، کمکمون کنه که عمر رو دستگیر کنیم. فکر خوبیه، برو باهاش حرف بزن. اگه قبول کرد فوری عملیاتو شروع میکنیم. چشم قربان، هرچی دستو بدیم. جمیل، اگه بتونی پرونده عمر رو به نتیجه برسونی و باعث دستگیریش بشی، منم با کمال میل و غرور اسمت برای ترفیع رد میکنم. خیلی ممنونم قربان. فیلیس. آه تولای، اتفاقا میخواستم بیام پیشت حرف بزنیم. آه، کلاس بارداری اسم نوشته بودیم امروز. با طوفان رفته بودیم اونجا. اگه بدونی چه چیزایی یاد میدادن، واقعا باورت نمیشه. مگه از این کلاس ها هم هست؟ تو چی میخواستی بگی ها؟ ما هر کاری میکنیم نمیتونیم از دست جمیل خلاص بشیم. ولکن نیست. باریش هم عصبانی شد، قاطی کرد که اینجوری میکنم اونجوری میکنم. من میترسم. چی کار باید بکنم؟
طوفان هم منو دیوونه کرده. میدونی آقا چی میگه؟ میگه نمیام تو اتاق زایمان. عجب آدمی ها. طوفان باید بیاد تو اتاق زایمان؟ بله باید بیاد، مگه اون بابای بچه ها نیست؟ چرا عزیزم؟ ولش کن بحث عوض کنیم. خب با جمیل میخوای چیکار کنی؟ من به باریش گفتم میرم با مامان جمیل حرف میزنم، تو نگران نباشو از این حرفا. اما میدونی که مامانش از خودش بدتره، اینه شیطانه. آره واقعا. مگه یادت نیست اون شب اومدم در چی یا بهتون گفت؟ یادت رفت؟ تو یه چیزی بگو، من باید چیکار کنم؟ میگم یه دختر دیگه واسه جمیل پیدا کنیم، بلکه عاشق بشه دست از سر تو برداره. اوهو بزک نمیر، بهار میاد. آها بیا تا اسمشو آوردیم پیداش. جمیله. جواب بده. بگو جمیل. فلیس میتونی یه سر بیای کافتریای محل؟ میخوام در مورد یه چیزی باهات حرف بزنم. تا وقتی قضیه طلاقو قبول نکنی هیچ جا نمیتونم بیام، باهات حرفی هم ندارم. میخوام در مورد همون باهات حرف بزنم. میخوام یه پیشنهادی بهت بدم. تا 10 دقیقه دیگه اونجا باش. منم الان میام. پس میبینمت. چی میگه؟ میگه برای طلاق یه پیشنهادی دارم، بیا حرف بزن. خب برو. چه میدونم، شاید بعد هزار سال یه حرفی حسابم زد. الان تو کلانتری یه عالم پرت و پلا گفت، یهو چرا عوض شد؟ جمیل وقتی باریشو میبینه هوا برش میداره، غیرتی میشه. اما اگه تنهایی حرف بزنی شاید بتونی راضیش کنی. زود باش دیگه، برو برو. باش خدافظ. میبینم. خودتو ناراحت نکن. ببین فلیس، قضیه از این قراره. من یه قدم تا گرفتن ترفیع فاصله دارم، یعنی اگه بتونم عمر رو دستگیر کنم و این پرونده مافیای الماسو ببندم ترفیع میگیرم. خوبه، آفرین. برای چی گفتی من بیام اینجا؟ میدونی که عمر فراریه، نمیتونیم پیداش کنیم و متاسفانه به جز چند تا مورد جزئی سابقه جدی دیگه هم تو پروندهش نیست. تنها سرنخی که داریم آشنایش با توئه. خب اینکه میگم توی زنگ به این عمر بزن، بهش بگو میخوام ببینمت. هرچی باشه دخترش خواهرزادته، مثلا بهش بگو میخوایی زینب رو ببینی. بعد ما یه شنود میدیم به تو، تحت نظر میگیریم، تو باهاش حرف میزنی، دستشو رو میکنی، ما هم سریع میریم گیرش میندازیم. نظر چیه؟ تو هم در قبالش طلاقو قبول میکنی؟ آره قبول میکنم. ببین فلیس، شما اعتبار منو تیکه پاره کردین، آبرو حیثیتمو بردین، نه حق و نارفا. بگذاریم، اگه بتونی با هم همکاری کنی و کمکم کنی بتونم تو محل کارم اعتبارمو به دست بیارم، منم دیگه مخالفتی با طلاق ندارم. اگه قبول نکنه بیاد چی؟ تو باید یه جوری راضیش کنی، همونطور که گفتم دخترش خواهرزاده تو. اما یه لحظه، اگه عمر قبول کنه بیاد با زینب میاد، چه جوری میشه با وجود یه بچه پلیسا هم بکنن و هفتیر کشی بشه؟ فلیس وقتی یه بچه اونجا باشه کاری نمی کنیم جونش به خطر بیفته، ما روشای تخصصی خودمون رو داریم. تو خودت تیر خوردی، چه جوری میخوای از بچه مواظبت کنی؟ بگذاریم، مسئله این نیست. باشه اگه به من اعتماد نداری بیا با رئیسم حرف بزن. باشه بگو این کارو قبول میکنی یا نمیکنی. مدارک طلاقو امضا کن تا قبول کنم. نه خیلی ببخشید فلیس خانم، منم در اون مورد به تو اعتماد ندارم. تو اول عمر رو برای من بیار، بعد من مدارک رو امضا میکنم. اول با رئیست حرف بزنم بعد. بگو این کار رو قبول میکنی یا نمیکنی. گفتم اول باید با رئیست حرف بزنم. باشه الان با رئیسم تماس میگیرم، نگران نباش، من سر خود کاری نمیکنم. نگرانم، زنگ بزن. یعنی اگه من این بابا تو گیر بیارم توی قاشق آب خفش میکنم، اومد ریخت پاشید ویرون کرد، من دارم خرابکاریاشو جمع میکنم، واقعا خیلی مسخره است. ای بابا، اون یه الیبول اصیله دیگه، هر وقت دلش بخواد خراب میکنه نابود میکنه، ما هم همه چیو بعدش باید جمع کنیم. تو که میدونی چه جوریه، جدید که نیست. فقط امیدوارم تو به بابات نرفته باشی رحمت، وگرنه من ازت بدجوری میترسم. آخه تو کی دیدی من از این کارو بکنم دختر؟ چی بگم، هرچی باشه پسر همون پدری دیگه. ببین هیچ وقت فکرشم نکن که از فکری الیبول حمایت کنم.
اما بابام به عشقش خیانت نمیکنه. باور کن. برای همینم اینجوری شد دیگه. نتونست مرگ مامانم رو هضم کنه. برای همینم رفتارش عجیب غریب شده. خودشم نمیدونه چی کار میکنه. خلاصه که همش به خاطر عشق عزیزم. پس از اول عاشق مامان من نبود، فقط عاشق مامان تو بود. کی گفته مشته؟ من همچین حرفی نزدم که. ما الیبولا از عشق اولمون دست نمیکشیم دختر. اینو یه جا بنویس. واقعا داری جدی میگی؟ معلومه که راست میگی. باشه قبول میکنم. خب این یعنی قراره با هم بریم ازمیر؟ بابا این ازمیر دیگه از کجا در آوردی؟ بگو ببینم اصلا داستانش چی؟ هم به همون خوش میگذره، هم دانشگاهش خیلی خوبه، واسه همین میگم. خب پس به نظرم بریم آنکارا. آنکارا برای چی آخه؟ ببین میدونم ازمیر، خب آنکارا مثل ازمیر با صفا و باحال نیست، قبول دارم، اما بهترین دانشگاه واسه رشته مورد علاقه من اونجاست مشته. اگه قرار باشه خواهرمو ول کنم باید به فکر آیندم باشم. میفهمی که ازمیر به نظرم اونجوری نیست، اما دوست دارم کنار تو هم باشم. پس با هم میام دوتایی دست تو دست هم به سمت آنکارا. تو همیشه دوستم داشته باش، من هر جا بگی باهات میام. رحمت خان جدی میگی؟ پس میام. میام یه بوس بده ببینم. رحمت. اوه چیزه آقای با من یه دفتر یکم با هم حرف بزنی بذارم. در مورد چی؟ بیا تو اتاقم حرف بزنی، مسئله مهم نیزود باش. باز چه دست گلی به آب داده. الان برمیگردم. خب تو عمر رو گیر بندازی بعد جمیل دست از سرت بر میداره. آره تو این کار رو قبول کردی؟ وقتی رئیسشم همینو گفت قبول کردم دیگه. جلوی خودش به عمر زنگ زدم اما بیفایده. وای خدا کنه موفق بشی فیلیس. خیلی خوب میشه، راحت از دست جمیل خلاص میشی. ولی نباید به باریش حرفی بزنیم. یعنی فعلا بهش نمیگیم چون مخالفت میکنه، نمیذاره باهاشون همکاری کنم. چرا به باریش نگی؟ منو ببین، نکنه میخوای وارد عملیات مسلحانه بشی. اگه اینجوری من قبول نمیکنم. نه بابا آروم باش، اسلحه ای در کار نیست. فقط به عمر زنگ میزنم میگم فلانجا قرار بذاریم، بعد پلیس میره دستگیرش میکنه. همین. پس برای چی میگی به باریش نگی؟ خب بهش بگیم بی خودی شلوغش کردیم. هم اگه من مدارک امضا شده رو بهش بدم سورپرایز میشه، خوشحال میشه. آی داریم از دست این جمیل سیریش خلاص میشیم. خدا کنه. به خاطر شرایط خاصی که داریم خواستن ما از این موقعیت بی نصیب نمونیم. مدیر امروز خودش بهم گفت، گفت شرکت کنن، شانسشون رو امتحان کنن، ببینن چی میشه. یعنی تا این حد مدرسه خوبیه؟ پس چی عزیزم؟ خیلی از دانشجوهای همدوره من از اونجا اومده بودن، نابغه بودن. حتما باید همشون امتحان بدن. یعنی ما میتونیم قبول بشیم خواهری؟ معلومه که قبول میشین عزیز دلم. بعدش هم همین که تلاشتون رو میکنین خیلی خوبه. اما از تو دور میشیم خواهری، مدرسه شبانه روزیه. خب چه بهتر، دوتا نونخور کمتر، خرج مخارج ما کمتر. راست میگم دیگه. شبانه روزی عزیزم، اما آخر هفته با هم دیگه. من که مطمئنم قبول نمیشم، میمونم پیشت گلاس. درست حرف بزن. مزخرف نگو فکرت، تو نیایی منم نمیام. بس اینقدر شلوغش نکنیم، میشینیم با هم کار میکنیم قبول میشین. تو نمیخواد کار کنی، به فکر درسای خودت باش، اینا با من. باریش جون، اگه اونجوری که بسکتبال یادم دادی بهم یاد بدی من نفر اول میشم. این حرفا رو ول کن، برای چی خودت نتونی فکرت؟ ببین داماد، به عنوان یه گربه تونستی یه موش بگیری. خیلی ممنونم خانم. مامان بزرگ، مامان بزرگ، تو هم یه لقمه بخور دیگه. اون من با دستای خودم به مامان جونم غذا میدم. یعنی چی؟ چطور ما بچه بودیم میزدی تو سرمون به زور بهمون غذا میدادی؟ قطار داره میاد، قطار داره میاد، داره به تونل نزدیک میشه. بابا میگه برام ضرر داره. چرا اینجوری شد؟ ببین لباس همو چی کار کردی؟ همش پیله میکنی. اینو مادر شوهرم به هم هدیه داده بود، مال 60 سال پیشه، توی لحظه خرابش کردی.
بابا بعد از غذا اینو تعمیرش کن، قول دادی. حالا وایسا بذار مستراحو تعمیر کنه، بعد دو روزه میرم توالت مسجد. چه خبر؟ اومدم خبر بدم پاسپورتایی که خواستی چند روز دیگه آماده میشه داداش. چرا؟ چند روز طول میکشه؟ مگه کاری نیستش که همیشه میکردی؟ داداش، چون پای بچه در میونه یکم مشکل ساز شده. خب پولا رو جمع کردی؟ داریم ردیفش میکنیم داداش. جندتون بزنن با این کار کردنتون. آخرش به خاطر بیعرضه بازی های شما منو میگیرن. سری کارا رو انجام بدین. بجنبین. چشم داداش. عمر میشه به هم زنگ بزنیم؟ کار مهمی دارم، اصلا حس خوبی ندارم. کار مهم؟ چی تو سرت فیلیس؟ بگیر عزیزم. بفرمایید. فیلیس به هم زنگ زده بود. آه باشه، الان میام. یه سر میرم پیش تولای. خاک تو سرت. یعنی مال مادر بزرگ خدا بیا مرزه؟ نه میگم داده بود به من، هدیه عروسی. الو اومد، پیام تو دیدم، گفتی حالت خوب نیست، چی شده؟ آره حالم بده، نگران زینبم، اون خواهرزادمه. منم نمیخواستم اینجوری بشه، اما باعث و بانیش خواهرت، پدر و مادرت بودن. به خاطر پولکی بودن اونا کار به اینجا کشید فیلیس. یعنی تو هیچ تقصیری نداری، فقط خانواده من باعث شد که کار به اینجا بکشه. بگذاریم، من میخوام زینبو ببینم. نگرانشم، دوست ندارم بچه پیش اون همه آدم مسلح باشه. شرمنده فیلیس، متاسفانه همچین چیزی امکان نداره. هیچ وقت نمیتونی زینبو ببینی. عمر اجازه بده با بچه خدافظی کنم. نمیخوام خاطره بدی براش بمونه. چند ماه پیشم بوده، یهو برداشتی بردیش. به نظرت من خیلی پخمم فیلیس. از کجا معلوم نخوای منو گیر بندازی؟ شاید هم باریش مجبورت کرده که زنگ بزنی ها؟ میخوای پلیس بازی در بیاری؟ نه، چه ربطی به باریش داره؟ باریش حتی دلش نمیخواد اسم تو بشنوه. الان اومدم بیرون، دارم یواشکی باهات حرف میزنم. هیچ کس خبر نداره. تنها خواستم اینه که با زینب خدافظی کنم. باشه، بعد از اینکه از اینجا رفتم زنگ میزنم. تلفنی خداحافظی کن. تلفنی یعنی چی؟ اگه پدری اول باید به فکر بچت باشی، ما هم خانواده‌شیم. ببین رابطه رو به کل قطع نکن، باشه؟ یه بارم شده به بچت فکر کن، به خاطرش یه قدم بردار، نظر فکر کنه تو این دنیا تنهاست. میدونی این حس چقدر برای بچه بده؟ به خاطر زینب این کارو بکن، بذار با خالش خداحافظی کنه، بدون هر وقت بخواد میتونه خالشو ببینه. من بهش میگم چه خاله ای داره. نگران نباش، باباش پیششه، تنها نیست. تو یه آدم خلافکاری، شاید فردا پس فردا یه بلایی سرت بیاد. رابطه رو قطع نکن، بذار بدون من همیشه هستم. تو پدر خوبی هستی، اگه دوستش نداشتی بر نمیداشتی با خودت ببریش. الو عمر، مامان نمیخوایم شام بخوریم؟ مامان جون بسته دیگه، اینقدر گیه نکن، مریض میشی. آقا فکری رفته، برام نمیگرده، فراموشش کن. از کجا میتونی؟
شاید داره برای زنش عزاداری میکنه. بهترش میاد. مامان جون، چون زنش تو خونه تو مرده، ولت کرده رفته، نمیتونی چیزی رو عوض کنی، بی خیالش شو. چجوری فکر کردی اینجوری بگی از ناراحتی من کم میشه دخترم؟ چجوری اون اینجا یاد زنش میفته، منم اینجا یاد اون میفتم؟ نمیگذره، دیگه نمیگذره، نمیگذره. مامان از اینجا بریم؟ کجا؟ یه جای دور، انقدر دور بشیم که دیگه بهش فکرم نکنی. میای بریم؟ کجا بریم دخترم؟ ما نه جایی رو بلدیم، نه جایی رفتیم. کجا بریم؟ خب یاد میگیریم مامان جون. بریم آنکارا، من اونجا درس میخونم، این خونه رو هم میفروشیم و یه زندگی جدید برای خودمون درست میکنیم. نظر چیه؟ یعنی میگی فکر دیگه نمیاد؟ زنشو فراموش نمی کنه؟ نمیاد مامان جون، نمیاد، نمیاد. خیلی دوست دارم ماما. منم خیلی دوست دارم. بیا ماما. چیست فیلیس؟ چی شده؟ رحمت میخواد بهت بگی که برای دانشگاه دوست داره بره آنکارا. چرا؟ مگه اینجا دانشگاه نیست؟ یه دقیقه آروم باش فیلیس. اینجا هم دانشگاه هست، اما بهترین دانشگاه مهندسی فیزیک تو آنکارا است. برای همین فکر میکنم که اونجا بهتر باشه. بچه هم که میرن مدرسه شبانه روزی دیگه، شما هم عروسی میکنی. باشه، اگه بهترین دانشگاه اونجاست برو اونجا. حکمت هم اونجاست، میتونین مواظب هم دیگه باشین. خوبه، اینجوری خوبه. میخوام یه چیزی بگم فیلیس. اگه تو اذیت نمیشی برم، وگرنه همینجا میمونم، همینجا میخونم. عزیزم، تا به الان تو پشتوانه من بودی، دیگه باید به فکر خودت باشی. واقعا؟ آره عزیزم، اگه دوست داری برو. داداش بیا توالت شکست. ای بابا، بلش کن، بلش من میرم. وای از دست این بابا، خونه رو سرمون خراب کرده به خدا. حالت خوبه؟ رفتی پیش طولای، اومدی یه جوری شدی، رفتارات عجیب غریب شده. نه من خوبم، باورم نمیشه بزرگ شدن دارن میرن. اما میدونی که هیچ وقت ترکت نمی کنن؟ نه میدونم. میدونی، اما به نظرم مسئله این نیست. بازم میگم رفتی پیش طولای، اومدی رفتارت به کل عوض شد. زود باش اعتراف کن. چیزی نشده. چطور چیزی نشده؟ ببین، به نظر من تو با مامان جمیل حرف زدی، نتونستی کاری از پیش ببری، اما نمیخوای به من بگی. نه من هنوز با مامان جمیل حرف نزدم، فردا حرف میزنم.
فردا قضیه جمیلو حلش میکنم، باشه؟ باشه، از نظر من مشکلی نیست، من گذاشتم به عهده خودت. فقط اگه نتونی حل کنی من با روشای خودم حل میکنم. ما دیروز چه قراری با هم گذاشتیم باریش؟ کار از کار گذاشته عزیزم، دیگه فقط قضیه طلاق مطرح نیست. رسما داره آزار میده، نمیتونم دست رو دست بذارم هیچی نگم. آره حق داری، فردا سعی میکنم حلش کنم. اگه نتونستم کاری بکنم میسپرمش به تو، باشه؟ اون وقت تو هر کاری دلت میخواد بکن. خیلی خوب، باش، من دیگه برم. ها فیلیز، تولای پستونک یا شیشه‌شیر بچگی اسمت رو نداری به هم بدی؟ دارم. خواب پستونک دیدی؟ چرا تو خواب ببینم باریش؟ خب دارم به طوفان بچه داری یاد میدم، لازم میشه. باشه خیلی خوب، برم برات بیارم. چرا همون موقع نگفتی؟ مگه یکم پیش نیومده بود خونه تو؟ یکم پیش؟ نیومد پیش تو؟ آها خودم فهمیدم، اشتباه متوجه شدم. آها بیا تولای. آه ببخشید فلیس، دست درد نکنه، بعدا میبینم اتون. به سلام. خدافظ. چی شده؟ هیچی، همینجوری نگات کردم. من دیگه باید برم عزیزم، صحبت بکنم. باشه، شبت بخیر. شب بخیر. ای من اومدم عشقم. چی شد؟ ساکت شدن؟ آره خدا را شکر ساکت شدن. عشقم، من واقعا دیگه کلافه شدم، یعنی خواهش میکنم میشه اینا رو بذاریم کنار؟ تو رو خدا چی کار میکنی عشقم؟ اوف، فردا پس فردا که بچه همون به دنیا اومدن هم میخوای همین کار بکنی توفان؟ واقعا که ما داریم به لطف اینا صبرمون رو زیاد میکنیم توفان، اینو بفهم. دلت هیچی نمیخواد؟ آناناسی، انبهی، یعنی چه میدونم نارگیلی، یه چیزی بگو من برم بخرم دیگه. تو رو خدا بریم یه چیزی بخرم. نه نه رو بیا، اینا رو بگیر، آراغشون رو بزنن، من برم شیر رو گرم کنم بیارم. عروسک میگه آراغ داره. چی چیلی بود آخه؟ تولایی ببینم، مگه قرار نیست بچه ها بعد از اینکه شیر خوردن آراغ بزنن؟ ها مگه اینجوری نگفتی؟ خب این الان شیر نخوردن که بود. عشقم جونم عزیزم، چیزی شده؟ نه چیزی نشده، وقت شیرشونه دارن گریه میکنن. پاشو عزیزم، پاشو بیا عشقم، زود باش. زود باش عشقم. ای بابا این چه وضعیه، خدا بیچاره شدم. آخه مگه عروسکم شیر میخوره تو لای؟ پاشو بیا عشقم، زود باش. ماشه اومدم عزیزم.